آن خدمت شما بینندگان گرامی تلویزیون ایرانیان کانادا و همچنین با عرض تشکر از جناب فرزاد در اتاق فرمان که برنامه رو اداره می کنند و همچنین مدیریت تلویزیون ایرانیان کانادا. خب عرضم به حضورتون که خبرهای بسیار بسیار شادی بخش در این حال غم‌انگیز به دلیل از دست دادن جوانان بسیار بسیار موفق و خوشفکر ما در ایران، به خصوص دختران بسیار بسیار مطلع و زیبا و موومنت بسیار قدرتمند زنان در ایران و جهان، در مورد اونچه که 43 سال خفقان و فقر و تهیدستی و عدم آزادی و عدم وجود در حقیقت خانم‌ها در خیابان‌ها و در همه جا که اونها رو ایگنور می‌کردند و ندیده می‌گرفتند، اکنون به صورت ریوت یا تظاهرات به خیابان‌ها باز شده، هم در داخل کشور و هم در خارج کشور. این ریوت و این تظاهرات و این همبستگی و وابستگی به کلی فرمول‌های گذشته رو برهم زده. اون چی که الان شما می‌بینید، همبستگی بین ایرانیان داخل و خارج از کشور، همبستگی بین اقوام مختلف ایرانی از کرد و ترک و بلوچ و ترکمن و فارس و غیره، همه یک دست می‌گویند براندازی حکومت ظلم و جور و قساوت با آزادی زن و در حقیقت زن و آزادی و زندگی، زن زندگی آزادی، اون چی که شعاری هست که البته در بعضی جاهای این شعار رو خورده دستکاری کردن، میگن زن زندگی آزادی یا مرد آبادی فلان، که من با این شعار قسمت دومش مخالفم، چون تمام جهان الان حول یک شعار، اون هم زن زندگی آزادی خواهد بود. در هر صورت همچنان که میبینید در سراسر جهان، به خصوص در شهر زیبای تورنتو، روز شنبه ما شاهد حضور 50,000 نفر از ایرانیانی بودیم که به این ظلم 43 ساله جواب منفی دادند و به خیابان‌ها آمدند تا همبستگی خودشون رو به همه هممیهنان ما در هر گوشه‌ای از جهان که هستند، به خصوص زنان ایران در داخل ایران، نشان بدهند. خب امروز راجع به این موومنت و این حرکت و اون چی که تا به حال به این زنان رفته و خواسته های زنان و زندگی و آزادی صحبت خواهیم کرد. مهمان امروز ما خانم ونوس ترابی، نویسنده و فعال سیاسی در شهر تورنتو هستند که خدمتشون سلام عرض میکنیم و خیر مقدم میگم که به برنامه ما تشریف آوردن. سلام خانم ترابی، خیلی خوش آمدید به برنامه به دنبال آفتاب از تلویزیون ایرانیان کانادا. سلام جناب دکتر اسدپور عزیز و سلام میکنم به همه هموطنان عزیزم در کانادا و احیانا اگر در اطراف جهان این برنامه رو میبینن. خیلی متشکرم که من رو دعوت کردید. بسیار بسیار خوش آمدید. شما میدانم که این روزها خیلی خیلی فعال هستید، هم در کارهای شخصی خودتون که همیشه ارتباط با گروه های مختلف سیاسی و گروه های مختلف بخصوص جنبش زنان، و همچنین در جایی که کار میکنید که یک پژوهشگر هستید، اما میدونم که خارج از اون وقت زیادی رو گذاشتید برای اینکه اون چه که در حال حاضر در ایران میگذره و خوشبختانه پیشتاز این جنبش که خیلی ها شعار میدن که این در حقیقت شروع یک انقلاب هست، یا ما میتونیم اون رو the beginning of the end اسم بذاریم که شروع یک پایان امیدوارم که باشه، که خواهد بود، مشغول هستید. حالا در هر صورت شما بفرمایید اولا که در این چند روز که میدونم در همه این تظاهرات بودید، چیزی که فکر میکنید
این زنان ما، خواهران و به حتی برادران و دیگران دیگر اقشار که پیوستند میخوان از جمهوری اسلامی و از جامعه بین المللی چی هست که با مسائل گذشته فرق کرده؟ چون ما در دی 96، در بهمن 98، در 10 سال پیش در اون نهضت سبز ها، در هر صورت اینها این راه رو پیمودیم و الان رسیدیم به جایی که الان همه در خیابان هستند. چه تفاوتی داره؟ آیا خواسته های زنان به خصوص که الان میداندار این برنامه هستند به چه شکل تبلور داشته و چه اختلافی داره با اون چی که در گذشته بوده؟ خب من فکر میکنم الان جاش نیست که ما بخوایم حتی اخبار رو مرور کنیم، چون همه دوستان احتمالا هم دسترسی به اینترنت دارن، دوستان خارج از کشور منظورمه، و هم دستگاه های ارتباطی تلویزیونی در منزل دارن، پس میبینیم که چه اتفاقی داره میفته. و حتی اینکه الان بگیم که زنان آمده اند بیرون، این به نظر من چیز جدیدی، مقوله هیچ جدیدی نیست، اصلا پدیده جدیدی نیست. زنان در لایه های مختلف جامعه حضور داشتن، اما این سرکوب بوده که اجازه نداده اینها خودشون رو نشون بدن. به هر حال به نظر من الان در موضعی هستیم که جمهوری اسلامی الان برای ما پاسخگو نیست، ما این که از اون پاسخ میگیم و میگیریم، یعنی منتظر پاسخ نمیشه. من قبطه میخورم به دختران 15 ساله 14 ساله که الان در دبیرستان ها اینطور قدرت دارن. اصلا صدای من میلرزید وقتی داشتم در مورد این دختران صحبت میکردم. ما در دورانی رو ما دیدیم در جمهوری اسلامی، وقتی من متولد 60، من دهه 60 رو به هر حال دهه جنگ دیدم، ولی دهه 70 دهه راهنمایی دبیرستان من بوده. ما وارد مدرسه می شدیم، اول یک گشت انتظامات داشتیم، یعنی در ورودی اولا که چند خانم چادری و چند تا از خود همکلاسیامون یا حالا سالبالایی ها چی دست اینا بود؟ یک دستمال کاغذی بود که اول به صورتمون میکشیدن، به لبهامون میکشیدن، به چشممون میکشیدن. بعد از اون مرحله گذار از کیفها بود. صبح اول صبح ساعت 7 صبح تمام کیفامون رو میریختن بیرون که آیا اثری از لوازم آرایش هست، اثری از نامه پسرها هست. این چیزهایی بود که سر صف به ما میگفتن که فکر نکنید نامه پسرها رو میتونید وارد دبیرستان کنید. الان شما نگاه کنید دخترهای دبیرستانی انقدر شجاعن و من قبطه میخورم، انقدر شجاعن، روسری ها و مغنه ها رو در میارن، میرن اون بالا عکس خمینی و خامنه ای رو میارن پایین و عکس رو عوض میکنن، عکس ژینا رو میذارن یا مینویسن زن زندگی آزادی. این تحوله، این بوده ولی سرکوب شده، الان اومده بیرون. الان نسل امروز ما که واقعا رهبران میدانی هستن، حتی اگر 15 ساله هستن رهبران میدانی، ببینید من نمیگم رهبر هستن، من اینها رو وام میگیرم از کلمات دکتر هودشتیان، اینها خرده رهبران هستن، اینها رهبرهای میدانی هستن، اینها دمو لیدرها هستن، همین دختر بچه ها و پسر بچه ها، حالا اسم بچه هم نباید بذاریم، ما در برابر اینها بچه ایم، اینها بزرگ گانن واقعا. تحولی که امروز واقعا میبینیم صدای زنانی هست که دیگه از سرکوب نمیترسن، از باتوم نمیترسن، از گلوله نمیترسن. اما خیلی هم نباید این رو احساساتی نگاه کنیم. من میخوام یه نقلی بزنم به چیزی که شما گفتید و یه کمی با اتون مخالفت کنم. من مخالفم با این که از شعار مرد میهن آبادی بگذاریم، چون چند روز پیش شاید تا قسمی با شما موافق بودم، این جنبش جنبش زنانه، سردمدارش زنانن، طلایه دارش زنانن، کسانی هستن که با خون زن این جنبش را افتاده. من این رو کاملا هم درک میکنم، هم بهش اقرار زبانی و کلامی و حتی عملی میکنم که پشت سر همجنسان خودم با افتخار راه میام و ازشون حمایت میکنم. اما بوده ژیژک همین چند روز پیش یک مطلبی بیرون داد، البته صحبت هم کرد، حرفش خیلی قشنگ بود، بیایید با هم رو راست باشیم.
جنبش زنان امروز که ما اسمش رو میذاریم جنبش ژینا، امروز تفاوت عمده با تمام غرب داره به یک دلیل عمده. اگر اسم این جنبش رو جنبش فمینیستی میخواهند بگذارن که من فکر میکنم از فمینیست فراتر رفته، چون ندای آزادی از حتی از ندای آزادی زنان هم فراتر رفته. الان تمام اقشار جامعه، تمام جنسیت ها، تمام افراد جامعه در زیر چتر حمایتی خودش گرفته. من اینجوری میگم، زنان الان دیگه مادران واقعی جامعه هستن که بچه های خودشون رو زیر چتر حمایت گرفتن. ژیژک چی میگه؟ ژیژک میگه در تمام غرب از زمانی که جنبش فمینیستی رو شناختیم 1940، از زمانی که کتاب سکند سکس یا همون جنس دوم که سیمون دو بوار اینو نوشت و یک انقلابی در جنبش فمینیستی بود این کتاب، از همون دهه 40 که ما نگاهش بکنیم، همواره جنبش فمینیستی رو جنبش مبارزه با مردان دیدیم، جنبش تقابل زن و مرد دیدیم. اما آنچه در خیابانهای امروز میبینیم، ایران، خیابانهای امروز ایران میبینیم، درسی داره به غرب میده که زنان پا به پای مردان و مردان حامی زنان در خیابان هستند. شما هیچ وقت نمیبینید زنی میره روی سطل آشغال وای میسه شعار میده پسرها دورشن. ما نمیتونیم این قسمت از جنبش رو ندید بگیریم. حمایت مردونه اگر نباشه، شاید این زنهای شجاع و دلیری که امروز اومدن بیرون، شاید این شجاعت رو جایی از دست بدن. من یکی ازشون متشکرم، از مردان سرزمینم که یک بار برای همیشه نشون دادن که زن و مرد فقط برای جمهوری اسلامی معنا میده. برای مرد سرزمین من، البته معذرت میخوام این کلمه رو به کار میبرم، بعضی ها نرینه هستند، ولی مردهای سرزمین من الان نشون دادن که پشتیبان زنان هستن و این نقطه قوت و نقطه ای که سالها فمینیست غرب رو باید روش مطلب بنویسه. از دختران عزیز ما باید درس بگیرن. ممنونم ازشون به شخصه. بله بله، مرسی از توضیحاتی که ما رو راهنمایی کردید. ولی مسئله این است که مرد و زن یک فرهنگه، یعنی مرد در این حال که مرده، خواهرش زن هست، مادرش هم زن هست، خانمش هم زن هست، دختراش هم زن هستن، یا خانم برادرش مرده، پدرش مرده، یعنی ما نمیتونیم اینا رو از هم جدا بکنیم. ولی به قول بعضی از کنشگرانی که در این چند روز تو تلویزیون ها آمدن، گفتن این نهضت فعلی زنان یا در حقیقت به قول خانم ترابی جمعی مرد و زن که درستم میگن همه الان در میدان هستند، خیلی از مسائل فرهنگ متحجر ما رو هم از بین خواهد برد. یعنی الان این زنان نه تنها از طرف یک حکومت متحجر و پس مونده داعشی تحت فشار مضاعف بوده، بلکه از طرف خانواده ها، اون آقایی که با داس سر دخترش رو قطع کرد چند مدت پیش، یا قتل‌های ناموسی یا امثال هم، من مطمئنم که این نهضت به وجود آمده روی فرهنگ اونها هم تأثیر خواهد گذاشت. یعنی تأثیری شگرف هم در روابط زن و مرد، هم در روابط سنت های قدیم و مدرنیته، و هم در مورد این دولت بسیار بسیار دیکتاتور و استبدادی که ما رو به اینجا رسونده، که من فکر میکنم همطور که حالا شما میتونید توضیح بیشتری بدید که آیا این وسعت این مسئله اگر به جایی برسه، که امیدوارم به جایی برسه، اگرم به جایی نرسه، در حقیقت آتش زیر خاکستری است که باز هم شعله ور خواهد شد و دامن این مستبدین رو خواهد گرفت. این کاملا ایمان دارم. بنابراین دیر یا زود این رژیم رفتنی است. اما عرضم این است که آیا شما فکر میکنید غیر از آثاری که حالا بعد میریم جبه بین المللی، هم سوالات زیادی از شما دارم، اما در این حال فکر میکنید روی اون تحجر فرهنگی داخلی خانواده ها در هر گوش و کنار ایران هم اثر خواهد گذاشت؟ سوال خوبیه آقای دکتر اسد. اگر به چشم یک جامعه شناس بخوایم به این موضوع نگاه کنید، جنبش های
اجتماعی جنبش هایی با تکانه های آرام هستند. یعنی به سرعت اتفاقات و تغییرات در جامعه و انتظار این اتفاقات آنی شاید کمی در واقع خارج از بلوغ فکری باشه. اما فکر میکنم، تصور من این هست، نسل الانی که ما در خیابان میبینیم که در فرهنگ غرب اینها در واقع جنزی میگن، کسانی که دخترها و پسرهایی که الان بیشترشون زیر 22 سال یا در نهایت تا رنج سنی 25 سال هستند، اینها نسل متفاوتی هستند. اینها نسل ویدیو گیم و اینترنت هستند. اینها نسل هایی هستند که اتفاقا نسل های مهمانی های دست جمعی هستند. پدر مادرها خوشبختانه نتونستن اینها رو کنترل کنن، اون کنترلی که در واقع آزادی های یک نوجوان رو در غرب هرگز و هرگز کنترل نکرده، نتونست تحت سیطره خودش قرار بده، در ایران ممزوج با فرهنگ اسلامی و فرهنگ خانواده که دختر باید 12-9 شب خونه باشه. این نسلی که من میبینم و اتفاقا چند تاشون رو میشناسم از نزدیک، اینها نسل هایی هستن که به پدر و مادر آره و چشم نگفتن و این پدر و مادر عادت دارند به این بچه ها. این بچه ها نسل چشمگوی تو سری خور نبودند، یعنی نسل چهارم انقلاب و نسل سوم انقلاب، 60-70-80، خیلی گذشته. یعنی اگر ما تو سری خور بودیم اینها نیستند. پدر مادرها پیشتر از این قبول کردن که بچه ها با بقیه نسل ها فرق دارن. اگر این رو ما نگاه کنیم و بست بدیم از بنیان خانواده به بنیانی خارج از خانواده که میرسیم بعد به مدرسه، میرسیم بعد به دانشگاه، مطمئن باشید که هم مسئولین و هم خود بچه ها این رو کامل میدونن که جهان امروز ایران تقسیم شد به قبل از ژینا و بعد از ژینا. این رو با جد میگم، با خوشحالی میگم، همونطور که جهان سیاسی ما از بعد از دی و آبان و حتی هواپیمای اوکراینی تقسیم شد بین این دو برهه، ما دیگه هرگز به دوران قبل از دی و آبان بر نمیگردیم. ما به جنبش سبز و فریبی که خوردیم از طرف اصلاح طلبا بر نخواهیم گشت. امروز هم از ژینا به عقب در جامعه ایران یک 100 سال پیشینه. الان بعد از الان ما جنبه الان در دوره جنبش پست ژینا هستیم، یعنی بعد از جنبش ژینا. و فکر نمی کنم، واقعا فکر نمی کنم خانواده ها حتی تصور کنن که میتونن بعد از این بچه ها رو کنترل کنن. به اونها امر و نهی های ایدئولوژیک، دوستان من نمیگم امر و نهی تربیتی، میگم ایدئولوژیک. دیگه پدر مادری به فرزندش نمیتونه بگه رمزون چیزی نخور یا ماه محرم آهنگ گوش نده. این نسل اون نسل نیست و واقعا تغییر کرده. خوشحالم که این نسل دارن جور ما رو میکشن، جور ناتوانی ما رو میکشن، جور فریبی که ما از جنبش سبز خوردیم و رأیی که دادیم. متاسفانه رأیی که دادیم، من رأی دادم در جنبش سبز چون امید داشتم، چون مطمئن نبودم ولی امید داشتم که یک تغییری در این رژیم انجام میشه. ولی چرا ما متوجه نشدیم؟ انگشت رو نمیشه از دست جدا کرد. انگشت رژیم سبزه اما دست همچنان خونیه. الان از اون دوره گذشتیم. الان بچه های الان هم انگشت رو میشکنن، هم دست رو قطع میکنن، هم خودشون در جایگاه دست نیمگیرنده وایستن. به نظر من شاید کند باشه، شاید تدریجی باشه، اما حتمیه، حتمیه. بعد از این ما حجاب رو احتمال خیلی فراوان دیگه به اون شکل نخواهیم داشت. حالا یا جمهوری اسلامی راه میاد و امتیازاتی میده، ما این رو نمیدونیم امتیازاتش در چه حده، آیا امتیازاتش همچنان مشاطه شده و در واقع بزک شده است که اگر اوکی ما قبول میکنیم یک مقداری کوتاه بیایم حجاب ها شل حجاب بشه، چیزی که جمهوری اسلامی در ترمینولوژیش وجود داره، افراد شل حجاب، و یا اینکه خیابون ها خلوت نخواهد شد که به بعد از حجاب برسیم. قصه بعد از حجاب قصه براندازی رژیم خواهد. بله بله، عرضم حضورتون که ما خیلی سوالای متعددی داریم. نمونهش این است که تفاوت هایی که
در اولین سوالم عرض کردم که این به قول همه این کنشگران اسمش رو انقلاب گذاشتن، این انقلاب یک پارامترهای جدید پیدا کرده. قبلا مثلا وقتی شروع یک داستان بود دنبال رهبری نهضت میگشتن، میخواستن کی رهبر جامعه کیه، یا فرض کنید یک کمیته نجات ملی یا یک برنامه، البته اونا هم لازم هست، اما این دفعه مثل همه تحولاتی که در فضای مجازی اتفاق افتاده، جوانان ایرانی به خصوص جوانان دانشگاهی و حتی مدارس راه‌های دیگری را پیدا کردند که قدیمی‌های مثل ماها این راه‌ها رو نرفته بودند یا نبود، موجود نبود اون موقع. مثلا اون موقع شاید مثلا تو خود همین تورنتو دنبال این میگشتن که کی نماینده مجلس هست و ما بریم از اون نماینده مجلس خواهش کنیم که این صدای ما رو مثلا به کنگره به یه جای دیگه ببره، که البته اونم لازم هست و الان هم انجام میدن. اما این دفعه افراد رفتن به سراغ فضای مجازی و کسانی که در فضای مجازی مثل اینستاگرام فالوور زیادی است، از طریق این فضای مجازی میلیون ها نفر در جهان مطلع شدند و میلیون ها نفر مدعی حکومت های حامی حقوق بشر شدند. مثلا من حالا آشنایی ندارم، مثلا خانم کارداشیان با 260 میلیون فالوور، یا مثلا خواهر ایشون با خانم جنر با 250 میلیون فالوور، یا فلان فوتبالیست ایتالیایی با حدود 200 میلیون فالوور، یا انواع اقسام پژوهشگران، دانشمندان، اساتید دانشگاه که فالوورهای زیادی داشتند و اینها توانستند میلیاردها نفر در جهان را از این مصیبتی که بر ایران و زنان و مردان ایران میره مطلع کنند. شاید هیچ وقت اینچنین نبود. الان در همین چند مدت پیش صحبت بود که در آینده تلویزیون ها وضعشون دچار بحران خواهد شد، چون اینستاگرام همین الان تعداد ویوبراش خیلی بیشتر از اکثر تلویزیون های جهانی است. مثلا ما در ایران میدونم که بی بی سی حدود 17 میلیون بیننده داره، یا مثلا ایران اینترنشنال حدود 11 میلیون، البته اینا رو من دقیق نمیدونم، شنیدم. ولی شما نگاه بکنید که اینستاگرام در جهان چقدر فالوور داره. بنابراین راهی رو که جوانان ایران و کسانی که در خارج از کشور بودند پیمودند، اوپن شدن به سراسر جهان و منتقل کردن این جنایت ها از طریق شبکه های مجازی، به طوری که الان تو هر شهر و هر جایی که کنسرتی برقرار میشه، تو متروها در دانمارک مثلا تو متروش هم زدن، در جاهایی که میشه پرچم ایران رو گذاشت مثل در نیاگارا فال یا در چیز گاورمنت اتاوا امروز پرچم ایران رو مزین شد به پرچم ایران، در خیلی جاهای دنیا این پیام رسیده شد. من فکر میکنم زمامداران ایران متوجه حجم عظیم خبررسانی از طریق شبکه هایی بود که اونها اون رو به این قدرت نمیدیدن، و من فکر میکنم همین جا به جای قدرت در آینده هم خیلی فاکتورها رو عوض خواهد کرد. شما نظرتون راجع به این روش جدید، اولا به جای این که بیان دنبال افراد قدیمی، یا به قول شما مدیران گذشته رفتن دنبال مدیران میدانی یا خرده مدیرها، خرده رهبران به قول آقای دکتر اودشتیان، این روش ها رو در جاهای دیگه هم عوض کردن. یعنی رفتن به جای این که برن به فلان تلویزیون صحبت کنن، میگن رفتن سراغ اینستاگرام و توییتر رو که مال مهسا به بالای 130 میلیون رسید. این ها یک اتفاقاتی افتاد که حتی یک آدمی که در یک شهر مثلا اون طرف استرالیا، حالا ملبورن اینا که همه میدونن، ولی در نیوزلند و در همه جای آفریقا فهمیدن که مهسا کی بود و چه اتفاقی افتاد و چه رسوایی برای جمهوری اسلامی گذاشت. من فکر میکنم این شروع یک روش جدید و یک انقلاب جدید به اصطلاح مدیا هست که شاید شما
راهنمایی بفرمایید که آیا این روش هایی که به کار گرفته شده چقدر میتونه موفقیت برای زنان و مردان ایرانی در این نهضت به وجود آمده، چون حتی اینترنت هم که میدونید که آقای ایلان ماسک الان اینترنت مجانی رو وارد ایران کرده، اما نیاز به بشقاب ها یا به اصطلاح گیرنده هایی است که خود اونا گزارش کردن که نقاط سبزی در ساتلایت نشون داده شده و نشون میده در حال حاضر عده‌ای از ایرانیان از اون استفاده میکنن. یعنی این دستگاه ها وارد کشور شده، یا اگر هم نشده باشه به وسیله همین برادران قاچاقچی با قول آقای احمدی نژاد وارد خواهد شد. میخوام بگم این تحول هم یکی از تحولاتی است که ما باید منتظرش باشیم. آقای دکتر اسدپور، من انقلاب یا این جنبش رو، حالا پیشترها میگفتن انقلاب قائل به نتیجه است، یا باید انقلاب جنبش انقلاب نیست مگر به نتیجه برسه. امروز خب تغییر کرده، این صحبت ها میتونه تغییر کنه، خیلی خیابون های ایران این رو واقعا داره ثابت میکنه. ولی اینکه چطور شبکه های اجتماعی کمک کردند به هشتگی که الان نزدیک 200 میلیون هشتگ رسیده و یک تاریخ رو رقم زده در تاریخ توییتر، خب نگاه کنیم این جنبش یا انقلاب، انقلاب جوانانه. این از خون یک دختر 22 ساله جوانه زد و الان کسانی که کف خیابونن، خیلی خیلی نگاه کنی رنج سنیشون بالای 25 سال، حالا در نهایت 30 سال واقعا نیست، و اینها جوانن. جوان عادت به نشستن پای منبر نداره، جوان نمیتونه بشینه سخنرانی های 2 ساعته رو گوش کنه پای تلویزیون. جوان در واقع حامی سرعت فست فود. شما میبینید که تمام بچه های این سنی عاشق فست فودن، حوصله نداره واسه یک خوراک اصیل ایرانی 4 ساعت روی گاز باشه. وقتی همچین تفکری داره، تفکرش این که الان 5 کلمه بنویسه توی توییتر و این رو پست کنه و این رو توییت کنه، لزومی نداره بشینه 5 صفحه بنویسه. این جوانه، جوان بی‌حوصله است، جوان نسل جدیده، جوان نسل سرعت، برعکس حالا جالب نیست من این حرف رو بزنم، ولی اپوزیسیون ما اپوزیسیون پیری هست، اپوزیسیونی که تفکرش هم پیره، روشهاش هم پیره، حتی نوع برخوردش با این انقلاب جوانان هم پیره. من آدمی هستم که معتقد به بیانیه دادن اصلا نیستم، اصلا اعتقاد ندارم. وقتی شما میتونید با جوانها اینطوری هماهنگ باشید در خود توییتر، در خود اینستاگرام، جوان ما نمیاد یک بیانیه 2 صفحه‌ای بخونه، جوان ما یک خط چند کلمه علی کریمی رو میخونه. خب اینها خیلی مهمه. یه نکته خیلی مهم، نمیدونم این اتفاقی که الان داره میفته تا جایی خطرناک هست و نیست. من فکر نمی کنم جنبش بدون رهبر میتونه به جایی برسه. حداقلش اینه که در حوزه‌ای که کار میکنم، در دانشگاه سوسیولوژی، جامعه شناسی، علوم انسانی دیجیتال که ما داریم روش کار میکنیم، که دقیقا به همین چیزها، به همین طوفانهای توییتری داره در واقع دقت میکنه. شما اگر به گفته مثلا هانا علی نژاد، که خودم خیلی ارادت بهش دارم، بگید که رهبر ما نیاز نداریم، رهبر ما کف خیابونه. رهبر ما کف خیابون نیست دوستان، رهبر ما کف خیابون نیست، چون جوانی که داره کار میکنه، اعتراض میکنه، نمیتونه رهبر باشه. این به پوپولیسم میرسه، این به سوء استفاده پوپولیست ها منجر خواهد شد. چرا؟ جوان ما جوان کاره، جوان شعاره، جوان خونه. یعنی خونی که اونجا داره داده میشه کار جوانیه که کف خیابونه. اما آیا همون میتونه رهبر باشه؟ ببینید الان یک آقایی، یکی از افسرهایی که از نیروی انتظامی ریزش کرده، جدا شده و خارج از کشوره، به نام آقای فریبرز کرمی زند. شما توییت های این آقا رو نگاه کنید، ببینید چقدر نکته توشه، چقدر به مردم
در واقع راهنمایی های استراتژیک میده. چطور کوکتل مولوتوف درست کنید، چطور حمله کنید، چطور سنگرگیری کنید، آیا این میتونسته در ایران این کار رو انجام بده یا فوری دستگیر میشده؟ ما نمیتونیم این رو بگیم. رهبرها نیاز هستند، اما چه نوع رهبری نیاز هست؟ رهبری که جوان اون کف خیابون رو درک کنه، نه رهبر در واقع متعلق به 5 نسل قبل که هیچ چیزی از جوان اون کف خیابون نمیدونه. یه ذره ما روی اینها باید کار کنیم، احساساتی نشیم، هیجان زده نشیم، باید بچه ها رو راهنمایی کنیم، توی همون توییتر و اینستاگرام باید راهنماییش کنیم. حالا یه نکته اینجا وجود داره، چرا اینستاگرام اینقدر قویه؟ حالا با شما چند تا نمونه آوردی، آیکون های اینترنتی که ما الان میشناسیم، کیم کارداشیان و خانواده کارداشیان، اما از نظر علمی بخوایم نگاه کنیم، آدورنو و هورکایمر در یکی از کتاب‌های بسیار مهمشون که Dialectic of Enlightenment یعنی تناقض‌های دوره روشنگری بهش میگن، در واقع در این کتاب میگه که سینما، فیلم همه اکستنشن‌هایی از واقعیت هستند. یعنی شما وقتی سینما و فیلم و سینما رو ترک میکنید، هنوز به اون فیلم دارید فکر میکنید، یعنی در واقع یک تکه ای از خودتون رو در سینما جا گذاشتید و اون تکه رو کشیدید به خیابون و دارید بهش فکر میکنید. آیا ما نمیتونیم این قصه رو در مورد اینستاگرام هم بگیم؟ اینستاگرام قسمتی از ماست، توییتر قسمتی از ماست، یک اکستنشنی از ریالیتی، یک اکستنشنی از واقعیته. و جدا از جوان امروز نیست، امیدوارم نسل قدیم ما امروز این رو باور کنن که کلمات باید سریع باشه، بیانیه ها باید کوتاه باشه، باید با کلمات بازی دیگه نمیتونیم بکنیم، همه چیز قائل به عمل و اکشنه. جوان امروز عمل و اکشن رو میخواد. عرض کنم حضورتون که حالا بریم راجع به اصل مطلب. تا اینجا مقدمات این عرض کردم، چون این نهضت و این یا به قول شما این جدالی که در 40 سال شروع شده، خانم هم در لایه های این نهضت بودند و خواهند بود، اما الان مردم در ایران بله در دانشگاه های ایران الان تو خیابون هستن، به مدارس نهضت به مدارس کشیده شده، دختران به خصوص جلودار این نهضت دانش آموزی هستند، معلماشون به اونا پیوستن، در بعضی از شهرها مثل در اصفهان مغازه ها بسته شده و آماده یک اعتصاب عمومی میشن. شما چه فکر میکنید که خانم ترابی که ما به کدام سمت میریم و نهایتا تقاضای ماها چی هست و بعد برگردیم به خارج از کشور و مقامات کشور خارجی، آمریکا، کانادا، اروپا، اونها با چه کار بکنن، که در سوالات بعدی من از شما خواهد بود و میدونم که شما ملاقات هایم با مقامات کانادا داشتید که اگر صلاح دونستید یه تیکه هاییش یا هرچی که مجاز هستید بفرمید یا هرچی که فکر میکنید باید فالو بکنید، و اینکه خواسته های ما در خارج از کشور چه خواهد بود. الان میپردازیم به، چون در دانشگاه شریف چیزایی که خواستنی که بر کناری مثلا همون گشت ارشاد یا حجاب اجباری و نهایتا آزادی مطبوعات، برانداختن شورای نگهبان، نظارت استصوابی، یه سری چیزها رو اعلام کردن، در حالی که در خیابانها صحبت از به اصطلاح براندازی است و اینکه این نظام قادر به انجام اون همه مسائل اقتصادی و اجتماعی و غیر نیست و نمیتواند انجام بدهد، لازم است که به کلی برن. شما فکر میکنید خواسته ایرانی ها چی هست و بعد برگردیم به مقامات سرکوبگر از جمله سپاه پاسداران و اون چی که ما از دولت کانادا و کشورهای دیگه میخوایم که در کمک به ایرانیان انجام بدن. اول سوال اول، خواسته های ما چی هست، به خصوص که شما در تورنتو هم در همین تظاهرات بودید، و خواسته های بین المللی ما چیه بعدش؟ اگر منظورتون ما به عنوان کسانی هستیم که خارج نشین هستیم باشه، نه ایرانی ها رو عرض میکنم، ایرانیان. اوکی.
من فکر میکنم حتی اگر دانشجو به عنوان یک قشر آگاه و درس خونده و دانا و کتاب خون اینجوری در نظرش بگیریم، حتی اگر جزئی گویی کرده، یعنی دست روی نهادها گذاشته، خیلی جدا از خیابون نیست. یعنی اینها همه در تکمیل یکدیگر هستن. یعنی اگر مردم خیابون دارن از براندازی صحبت میکنن، یعنی از حجاب دیگه گذر کردن، دیگه نمیتونیم تقلیل بدیم این مبارزه رو به حجاب. الان از حجاب شروع شده اما از حجاب گذر کرده، اما دانشجو دست روی نهادهای تصمیم گیرنده میگذاره. اگر دست روی مجلس خبرگان بذاره، خب این خیلی مستقیما رهبر جمهوری اسلامی رو در واقع مورد هدفش قرار داده. اگر روی شورای نگهبان بگذاره، نمایندگان مجلس رو و بسیاری از نهادهای قانونگذار رو در واقع دست روش گذاشته. منتها یک تفاوتی هست. ببینید، اون چیزی که ما الان میبینیم، اگر دست روی نهادهای دولتی میگذاریم یک چیزه، اگر براندازی کل نظام رو میخوان یک چیزه، چون میدونید که در جمهوری اسلامی نهادهای مختلف وجود داره، دولت وجود داره، سپاه وجود داره، بیت رهبری وجود داره، واقعا اینها در هم شاید ممزوج باشن، اما اگر نشانهشون بگیریم، اگر دست روشون بذاریم، همه سخن یک سخن رو واقعا نخواهند گفت. یعنی باید متوجه این باشیم که خواسته های اصلاح طلبانه چیه و خواسته های براندازانه چیه. جوانهای ما الان فکر میکنم آنهایی که در خیابون هستند کاملا به براندازی دارن فکر میکنن، دست روی براندازی گذاشتن به صورت یک پکیج کلی. اما اینکه مثلا جوان در دانشگاه اول حرف رو از دولت شروع کنه بعد به بالا و بیت رهبری برسه، شاید پلکانی داره این مبارزه رو انجام میده، شاید آگاهانه داره انجام میده، شاید در واقع چی میگن استادای دانشگاه با اینها همراه هستن، استادای جامعه شناسی به اینها دارن درس میدن. اگر اینطور باشه ما بسیار خوشحالیم که حتی اینها استادان جامعه شناسی در واقع خودشون خورده رهبران دانشگاه هستن. میبینید که به اعتصابات دانشجوان پیوستن و سر کلاس نمیرن. اما در نهایت من فکر میکنم بیشتر مردم ایران، شاید بگیم 80% تا 90% کسانی که تو خیابون هستن و یا در دانشگاه اعتراض میکنن، واقعا طرفدار براندازی نظام هستن، چون این نظام اصلاح پذیر نیست، نشون داده که اصلاح پذیر نیست و همه هم از این گفتمان اصلاح طلبی عبور کردن. در خارج از کشور ما دست بازی نداریم، برخلاف اونچه که فکر میکنیم که ما خارج از ایرانیم، جدا از این سرکوب ها و کشتارها هستیم و میتونیم کار بکنیم. خیلی نباید به این فکر کنیم که حالا دست کاملا بازی داریم. تنها چیزی که میتونیم از دستمون برمیاد در واقع دست گذاشتن روی نهادی هست که مردم رو داره به قتل میرسونه و دست روی تمام جنبه های زندگی مردم ایران گذاشته: معیشتی، ایدئولوژیک، آزادی، برابری حقوق، کارگری. تمام جنبه های زندگی یک ایرانی زیر این نهاده و نهاد هم چیزی جز سپاه پاسداران جمهوری اسلامی نیست، که خود این سپاه پاسداران تحت حکومت علی خامنه ای. یعنی اگر شما روی سپاه پاسداران دست گذاشته باشی، یعنی مستقیما علی خامنه ای هم نشانه گرفتی. ما به حمایت دکتر مریدی که اینجا سابقا وزیر بودند، به همت ایشون با چند تا از خانم هایی که به حال اینجا اسم و رسمی دارن، حالا من رو کنار بگذارید، ولی تمام این خانم های فعال در جامعه کانادایی ایرانی هستند، اسم و رسمی دارند، کنشگرند، فعالند، نویسندند، استاد دانشگاهند. یک جمع حدوداً 10 نفره ما با خانم وزیر امور خارجه کانادا یعنی ملانی جولی یک ملاقات کوتاه داشتیم.
ایشون خواستن از زبان زنان بشنون. یعنی اگر قبلا نامه ها بیشتر از سمت مردان و آقایون این جامعه فرستاده شده، ایشون خواستن کاملا از زبان ما بشنون. ما به گروه هایی تقسیم شدیم که هر کدوم دست روی یک موضوع بذاریم و بسیار جمع بسیار فریخته و جالبی بود. از این خانوم ها 5 نفر کاملا فرنش زبان بودن، این فرانسوی حرف می زدن، فرانسوی بسیار زیبایی حرف می زدن. بقیه هم خب به زبان انگلیسی صحبت کردیم. خانم ملانی جولی خودشون فرنش زبان هستن، اهل مونترال هستن و خب به تبع با اون قسمت راحت تر بودن. اما به شخص من چون دکترام روی مطالعات تروریسم، یک قسمیش مطالعات تروریسمه، من دست گذاشتم روی اینکه شما نمیتونید در واقع انگشت رو تحریم کنید، دست رو رها کنید. وقتی میگید ما در واقع سپاه رو، ببخشید، پلیس امنیت اخلاقی رو تحریم میکنیم، شما باید نگاه کنید پلیس امنیت اخلاقی زیر مجموعه پلیس امنیت عمومیه. پلیس امنیت عمومی زیر مجموعه پلیس تهران بزرگه. پلیس تهران بزرگ زیر مجموعه قسمتی از سپاه. تمام فرماندهان این پلیس ها همه سپاهی هستند. یعنی این رو یه گوگل ساده کنید و ویکی‌پدیا رو حداقل نگاه کنید، تمام رهبر لیدرها و فرماندهان این پلیس ها همه سپاهی هستند. گفتم به شخص فکر نمی کنم این موضوع اصلا معنا داشته باشه. یعنی چی ما پلیس امنیت اخلاقی رو تحریم می کنیم اما دست به سپاه نمی زنیم؟ معنا نداره. و خانم پرسیدن که خب شما میگید چی کار کنیم، پیشنهادتون چیه؟ من کتگوری ها، یعنی اون زیر مجموعه های پلیس رو برای ایشون گفتم. گفتم فقط یک سرچ کوتاه بزنید. و خوشبختانه دیروز متوجه شدم که پلیس امنیت عمومی هم تحریم شد و کانادا اعلام میکنه که فکر نکنید ما همه چیز رو میدونیم، به ماها خبر بدید، اطلاعات برسونید. بعضی از خانم ها راجع به وضعیت زنان در ایران و اینکه چطور سپاهی ها اونجا زنان رو آزار میدن ولی میان کانادا دختر خودشون بی حجاب میچرخه، خودشون در کانادا به راحتی این ور و اون ور میرن. سردار طلایی وارد کانادا شده در صورتی که دخترش و دامادش و فرزندان دوقلوش، آنچنان که برها تو توییتر ما دیدیم، من این خبر رو آنچنان نمیتونم بگم موثقه، من تو توییتر دیدم که ایشون دخترش، دامادش و 2 نوه دوقلوش در کانادا اومدن، با ویزای ویزیتوری اومدن، پول آوردن، خونه خریدند، نمیدونم چطوری، ماشین بدون قسطی کردن خریدن، هم خونه هم ماشین، و بچه هاشون مدرسه میرن. ما اینها رو همه رو اعلام کردیم، گفتیم این افراد حق ندارن وارد کانادا بشن. شماها نمیتونید در آینده بگید ما نمیدونستیم و این موضوع مهمه. به هر حال خانم ها فکر میکنم الان یک دسته محکمی شدیم، اینکه ما بعضی اطلاعات رو به خانم مینیستر جولی برسونیم، ببینیم چطور میتونیم جلوی سپاه رو بگیریم، چطور میتونیم جلوی پولشویی رو بگیریم. کانال های پولشویی در اینجا فراوانه، اون رو چطور میتونیم ادرس کنیم در واقع، و چطور میتونیم اصلا بفهمیم که این کانال ها از کجا تغذیه میشن. خب این یک کار جمعی میطلبه و کار آسونی نیست. اگر کسانی به ما کمک کنن توی این موضوع، شاید بتونیم راحتتر نامه ها رو بنویسیم و به خانم مینیستر جولی برسونیم. اون چیزی که دیروز دیدیم به همت و دکتر مریدی که به مینیستر جولی هم در واقع نامه نوشته بود، به آقای ترودو نامه نوشته بود، و به همت انجمن پرواز و در واقع این جمعی از خانم هایی که ما دیروز دیدیم، به نظر من نتیجه بدی نداشت. بذارید قانع نباشیم اما خوشحال باشیم که کانادا رو به زمین مبارزمون دعوت کردیم و آوردیم و الان جبهه‌ای از سران کانادایی هم در کنارمون داریم. بسیار ممنون از توضیحاتی که راجع به جلسات متعدد و فعالیت‌هایی که داشتید و ملاقات با خانم وزیر امور خارجه کانادا. عرضم حضورتون که میدونید که بعضی از افراد ایرانی نمیدونن که کشورها برای کمک کردن به ما یک نوع در حقیقت
سدهایی دارن که نمیشه از اونها بگذرن، یه بریرهایی دارن. مثلا فرض کنید که چون ایران یک کشور مستقل عضو سازمان ملل هست، نمیشه گفت که یک کشور دیگری بره با اونجا حمله کنه. مثلا آمریکا، انتظار داشته باشیم آمریکا و اروپا نیرو بفرستن و مثلا این رژیم رو بردارن و دیگران رو سر جاش بشونن. خب این که خلاف قوانین سازمان ملل هست. پس بنابراین ایرانی‌ها این انتظار رو ندارن، ولی انتظار دارن، همطور که خانم ترابی هم به درستی گفتن، که اون نیروهای سرکوبگر رو در حقیقت تغذیه نکنن، بهشون پول زیاد ندن، اونها رو تحریم کنن و ازشون بخوان که قوانین بین المللی رو اجرا کنن، مردم رو سرکوب نکنن، به اصطلاح تظاهرات مسالمت آمیز رو به خون رنگین نکنن که دارن میکنن. و یک سری انتظارات اینجوری ما داریم از کشورهای خارجی. ولی اون چی که به نظرم تیتروار هست، یکیش این است که سپاه پاسداران رو در لیست سازمانهای تروریستی قرار بدن، که در کانادا سال 2018 به وسیله پارلمان تصویب شده، ولی هنوز دولت ترودو این کار را انجام نداده از طریق وزارت خارجش. یک. دوم این که به قول صحبتهایی که خانم ترابی کردن، ما افراد زیادی میشناسیم که خودشون هم اعلام کردن در روزنامه ها که مبالغ هنگفتی را از طریق پولشویی به کانادا منتقل میکنن و بعدم تبدیل میشن به کسانی که ایرانیان فعال رو تریس میکنن و خلاصه اون جنایت هایی که در ایران داشتن رو دنبال میکنن. و بنابراین این هم ما مدعی هستیم، و مدعی هستیم این که به کسانی که ایرانیان رو مورد شکنجه و آزار قرار دادن ویزا ندن و از ورود اونها به اینجا جلوگیری بشه. مثال میزنم اینها رو. آیا شما خانم ترابی که میدونم صحبت های آقای بایدن هم شنیدید که دیروز یا امروز صبح گفتن که ایران هزینه پرداخت خواهد کرد، یا آقای سرکوزی هم، آقای مکرون هم همین گفته در فرانسه، یا مثلا رئیس جمهور آلمان قرار است 17 جلسه اتحادیه اروپا باشه، شما فکر میکنید واقعا ما ایرانی ها چه کار باید بکنیم ظرف این یک دو هفته تا مقامات کشورهای، یعنی در حقیقت دموکراسی های غربی، یک اکشن بسیار متحدی رو علیه این خواسته ها انجام بدن، از جمله اون چی که 17 جلسه شورای اروپا است و اون چی که آقای بایدن گفته وعده داده و اون چی که آقای ترودو قول داده و شاید کشورهای دیگه مثل استرالیا و ونزوئلا، نیوزلند ببخشید، اینها گفتن. ما چه فکر میکنید در این یکی دو هفته باقی مونده باید چه کارهایی بکنیم که اون خواسته هایی که از نظر قانون سازمان ملل هم مجاز هست از ایرانیاز سپورت بکنن؟ من در حیطه دانش خودم صحبت میکنم، به هر حال تخصص علوم سیاسی میطلبه که این رو پاسخ مشخصتر به شما بده، اما آنچنان که در دانش خودم میتونم حرف بزنم و بیشتر از اون هم نمیخوام پام رو دراز کنم، این هست که من فکر میکنم الان تنها راهی که ما میتونیم در واقع برای خودمون هموار ببینیم که بی ضرر هست و آسان هم هست، این که ما نمایندگان مجلسمون و کسانی که در یک جورهایی در سیستم قدرت دستی دارن یا فعال هستند رو به اینها رجوع کنیم، نامه به اینها بنویسیم، اینها رو واسطه کنیم و به هر حال نامه فقط میتونیم الان بفرستیم و در نهایت چند تظاهرات انجام بدیم. کار واقعا خیلی شاقی نمیتونیم انجام بدیم. بذاریم خیلی رو راست باشیم با خودمون و خیلی واقع بین باشیم. اینها حتی همین آمریکایی که الان در واقع سیستمش رو عوض کرده و پیشتر از این ما دیدیم که اوباما چه بلایی سر ما آورد و دست مردم رو رها کرد و مردم اینطوری کشته شدن. من به نظرم باید خیلی محتاط باشیم در مورد اینکه خیلی هم روی اینها نمیشه حساب کرد.
اگر حتی بیانیه‌ای هم میدن و یا صحبتی هم میکنن، همون لحظه ما باید این موضوع رو خیلی جدی بگیریم و یادمون بمونه تاریخ‌هایی که این صحبت‌ها رو کردن. اگر نامه‌ای می‌نویسیم، می‌نویسیم بر اساس صحبتی که در فلان تاریخ انجام دادی، و این نامه‌ها باید به صورت فراوان و پشت سر هم باشه. نباید میدان رو خالی کنیم. تنها کاریه که میتونیم انجام بدیم. این دانش محدود من هست در این مورد که به هر حال سیستم قبل سیستم بروکراته و نامنگاری و کاغذبازی در این سیستم حرف اول رو میزنه، برعکس آنچه که ما در ایران میبینیم که رفیق بازی و فرد بازی و دوست بازی نمیدونم در این سیستم های دولتی معمولا حرف میزنه. اینجا اینطوری نیست. اینجا حتی اگر نتورک و کانکشنی داشته باشی، لزوما برات کاری انجام نمیده مگر در کانال قانون، و قانون برای اینها اول خودشونه بعد مردم ایران. ما این موضوع رو باید خیلی خیلی روش تاکید کنیم که خودمونیم و خودمون، و در نهایت کسی بتونه به ما کمک کنه خودمون هستیم، و اینها فقط میتونن صحبت هایی در بعضی زمینه ها انجام بدن. من فکر نمی کنم خیلی مفید به فایده باشه. نمیدونم، شاید خیلی دارم سمی و سیاه این موضوع رو نگاه میکنم، اما اگر در شرایطی این واقعیت داشته باشه که آمریکا داره پول آزاد میکنه که زندانیهاش رو پس بگیره، زندانیهای ایرانی آمریکاییش رو پس بگیره، این هم یک نقطه ننگینی هست که به اضافه کاری که اوباما با ما کرد، دولت بایدن هم احتمالا این کار رو زیر پوستی خواهد کرد، شاید ما متوجه نشیم. ولی در نهایت نامه نگاری، ملاقات با افراد، داشتن نتورک برای ملاقات با افراد، کاری که آقای دکتر مویدی داره انجام میده الان بسیار برای ما ارزشمنده. ایشون به حال ارتباط رو برقرار کرده، وگرنه ما چطور میتونستیم با وزیر امور خارجه کانادا صحبت کنیم؟ بسیار عالی. ولی اون چه که مسلمه ضمن تایید فرمایشات شما، ولی این اجتماع 50,000 نفری مردم ایرانی در تورنتو باور بکنید یک نقطه عطفی در تمام تظاهراتی که در خارج از کشور به وسیله مردمی که مربوط به کشور دیگری هستند انجام شده، شاید بماند در تاریخ کانادا و در تاریخ جهان و در اجتماعات در 160 شهر دیگه، در لس آنجلس، در پاریس، لندن. ما از همه اونا قدردان هستیم و به این کارها ادامه خواهیم داد. و همجور که اشاره کردید، راهی است که جمعیتی که در حقیقت باید در انتخابات ها شرکت کنند، باید این نمایندگان ها رو انتخاب کنند، مسلما به حرف ما توجه خواهند کرد. و همینطور که در همین چند روز هم تغییراتی ایجاد شده، در هر صورت باعث شده که حتی بیان در تلویزیون و قول قرارهای بدن. یه عده‌ای رو در ایران تحریم کردن، کانادا 35 نفر رو، یعنی 35 نوع تحریم رو، چند نهاد و حدود 25 شخص رو تحریم کرده، و تحریم های دیگه هم هست. همین کارهایی که در هر صورت با مخالفت خودشون در سایه قانون انجام میدن، به نظرم برای ما کافی است و ما میتونیم این نهضت رو ادامه بدیم و کماکان به جمع شدن دور هم دیگه و یاری رسوندن به همه انجام بدیم. و در این حال میدونم که یک گروهی هستند که در حال حاضر دنبالن که یک مبالغی جمع‌آوری بشه و این مبالغ رو بفرستن در ایران به کمک اون کسانی که زندانیان سیاسی یا کارگران یا کسانی که گرفتار آمدن. اگر که همچین چیزی رو دیدید و شنیدید، حتما کمک بکنید. ما باید منتظر اقدامات دیگه از جمله اعتصاب عمومی، مسائل معیشتی مردم و خیلی مشکلاتی که براشون پیش خواهد آمد باشیم. در هر صورت خیلی ممنونم از سرکار خانم ونوس ترابی، نویسنده پژوهشگر، که دعوت ما رو پذیرفتن، در خدمتشون بودیم و امیدواریم در جلسات دیگری هم بازم خدمتشون برسیم. و همچنین با تشکر از شما بینندگان گرامی و همچنین تشکر از جناب مهندس فرزاد در اتاق فرمان که برنامه رو اداره کردند. به شما خدا نگهدار میگوییم.